خبر عاجل که امین اکنون به دسترس ما قرار گرفت. چگونگی کشته شدن مولوی انصاری در هرات از زبان دستیار ملا برادر. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدید به یکی از دیگر ویدیوهای کانال خبری ما. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما کانال خبری ما را سابسکرایب نمایید. در ابتدا می‌پردازیم به خبر گشت صبح نوشته است. تلفات سنگین انفجار هرات به 46 کشته افزایش یافت. 8 صبح هرات. منابع مردمی در ولایت هرات از افزایش تلفات انفجار امروز در این ولایت خبر می‌دهند. با گفته منابع، انفجار ظهر جمعه 11 سنبله 46 تن کشته و 86 تن دیگر زخمی شدند. طالبان در هرات اما آمار تلفات این انفجار را 18 کشته و 23 زخمی اعلام کرده است. منابع مردمی در هرات همچنان میگویند که همکنون شمار زیادی از مردم به شمول خانواده های قربانیان در مقابل شفاخانه اوزوی هرات تجمع کردند. طالبان مردم را با لاتکوب از محل دور میکنند و به خبرنگاران اجازه ورود به شفاخانه را نمیدهند. در این انفجار مولوی مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد گذرگاه هرات با 5 محافظش نیز کشته شده است. این انفجار همزمان با برگزاری نشست اقتصادی طالبان در هرات رخ داده است. این در حالی است که افغانستان اینترنشنال می نویسد مولوی انصاری پس از نشست با معاون رئیس الوزرای طالبان کشته شد. عبدالله اعظم دستیار ملا برادر می گوید مولوی مجیب الرحمن انصاری پس از ترک نشست اقتصادی که با حضور معاون رئیس الوزرای طالبان برگزار شده بود کشته شده است. با گفته اعظم، مولوی انصاری در جریان نشست از معاون رئیس الوزرا اجازه گرفت تا جلسه را ترک کند، اما ملا برادر گفت که هنوز زود است. در عین حال صفحه دیگری به نام کاوه جبران می نویسد اسلام سیاسی اژدهای افسر است، بر مدار حق و باطل می چرخد، بر مبنای فهم شخص از متون فقهی و دینی حتی حق شکنجه و کشتار را به اشخاص می دهد. اژدهایی که مدام از خون انسان تغذیه می کند، در نهایت خود خوراک خویشتن می شود. بازی با ابزار اسلام به همان اندازه که به دلیل جهل عمومی سهل و سخت است. صفحه دیگری به نام ابو مسلم شیرزاد می نویسد 41 تن در انفجار امروز در هرات کشته و زخمی شده است. سخنگوی والی طالبان در هرات می گوید که 18 تن به شمول مولوی مجیب الرحمن انصاری در انفجار امروز در این ولایت جان باخته و 23 تن دیگر زخمی شده است. داعش مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته است. صفحه دیگری به نام سجاد نورسونی می نویسد جزئیات انفجار هرات. گفته می شود که ملا برادر و سایر رهبران طالبان نیز در جلسه اقتصادی هرات حضور داشتند و در پایان جلسه دو انفجار رخ داده است. منابع محلی از کشته شدن 12 تن با شمول ملا مجیب انصاری و برادرش خبر می دهند. از زخم برداشتن برخی سران طالبان نیز خبر داده شده است. اما این در حالی است که صفحه به نام پیام آزادی می نویسد جبهه مقاومت ملی افغانستان حمله امروز بر نمازگزاران هرات را محکوم کرد. سخنگوی جبهه افزود که فرهنگ انتحاری را طالبان وارد افغانستان ساختند. با تشکر که تا آخرین ویدیو همراهمان بودید، منتظر پیشنهادات و انتقالات سالم شما هستیم. امید داریم تا ویدیوهای ما را تماشا نموده لایک، کامنت و سابسکرایب نمایید تا ما بتوانیم بهترین ویدیوها از مهمترین واقعات روز را برای شما به نشر برسانیم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.